خوب میدونم چی کار کنم. داری چی کار میکنی؟ کار خاصی نمی کنم، همونطور که میبینی دارم وسایلم جمع میکنم. نباید بری. دلیل؟ در اصل من اومده بودم اینجا که خواهرم رو نجات بدم، اما خواهری برام نمونده که بخوام نجاتش بدم. الان تو خونه شوهرش قرار من اینجا بمونم. میخوام که تو هم بمونی. شاید تو دوست داری بمونی، من برای چی باید بمونم؟ برای اینکه بشینیم خوشو بش کنیم. این چه سوالیه؟ ببین تو این خونه داره یه اتفاقایی میفته. واقعا جدی میگی؟ چه خبر بزرگی. دارم جدی میگم. تو میتونی بمونی، حتما یه دلایلی برای موندنت داری. میخوای دلیل ازدواج عجیب خواهرتو پیدا کنی، شاید هم میخوای زن بابای بیچاره رو از بچه های بدجنس شوهرش محافظت کنی، یا دلایل مشابه این. اما من دلیلی برای موندن ندارم. داری؟ خب فقط به خاطر خواهرم نیست که میخوام بمونم. کریمه هم اون یکی دلیلشه. مامانم و کریمه دارن یه چیزایی رو مخفی میکنن. ما یعنی ما دوتا میتونیم سر از کار کریمه در بیاریم. فضیلت مامان توه، کریمه هم فامیل دورتون. هر کاری دوست داری بکنی بکن. کی گفته دارم میخواد از کار خدمتکار سر در بیارم؟ کسی نگفته، ولی باید سر در بیاری. نمیتونم بگم آخرش قراره به چه نتیجه‌ای برسیم، چون خودم هم نمیتونم. اما اینو میدونم که یه جورایی به تو هم مربوط میشه. اگه به من مربوط میشه تو چرا کنجکاو شدی؟ یه بخشش به تو مربوط میشه، اون یکی بخشش هم به کسی که یه جورایی به من مربوط میشه. خزان واضح حرف بزن. الان نمیتونم. یاوز باید اینجا بمونی، باید این مشکل با هم حلش کنی. من بهت نیاز دارم، لطفا. باش، قبول. غذا حاضره، میتونی تشریف بیاری؟ پاشین، ما هم آدمیم دیگه، نیاز داریم برای زنده موندن غذا بخوریم، نمیتونیم که با هوا زنده بمونیم. پاشین. اتفاقا خیلی گرسنم شده. بریم یاووز، بیا غذا بخور، بابام کم کم پیداش میشه. آخه چرا جواب نمیدی؟ تو رو خدا جواب بده دیگه. شو ادامه داره. نوش جون تو. عزیزم میخوای منتظر شوهرت بمونی؟ بازم نقش بازی نمی کنه ها؟ ظاهرن امشب نه عروسمون نه مادر زنمون هیچ کدوم شام نمی خورن. شما چه جور آدمایی هستی؟ معلوم نیست باباتون کجاست، اما حتی یه زنگم بهش نمی زن. یعنی واقعا نگرانش نیستی؟ گفتم وقتی می رفت حالش خوب نبود، میگم گوشیش خاموشه. سلام به همگی، شبتون بخیر. کریم خانم، باید در مورد یه چیزایی باهاتون حرف بزنم.
خیر باشه سینان، چی شده؟ خاله کریمه، خاله کریمه، خاله کریمه، خاله کریمه، کریمه خانم، کریمه خانم، خاله کریمه، کریمه خانم، جمالا، جمالا، کریمه خانم، آخ که وقتی آدم مادر باشه حتی با قلب شکسته هم نمیتونه به فکر بچهش نباشه، دست خودش نیست. مادر بودن خیلی سخته، خیلی سخته. یواش خاله کریمه، میشه لطفاً دستگاه فشار رو یه لیوان آب بیاری؟ باشه. یواش، عجله نکن خاله کریمه. سینان، میشه بگی جریان چی بوده؟ ها؟ چی شد که حالش در این حد بد شد؟ به نظرم تو بهتر از من میدونی جریان چیه. غیر از اینه؟ منظورت چیه سینان؟ منظورم راز کوچیکه که بین تو خزانه. میگی برای چی حالش بد شد یا برم از خزان بپرسم؟ ها؟ به خاطر لباسای تنم، لباسام خیس شده بود، خزانم لباسای شوهر کریمه رو داد بپوشم. خب که چی؟ چه ربطی به این موضوع داره؟ خیلی خوب، اگه بگم کریمه یه آرشیو از عکسای منو تو زیر تشکش داشت چه فکر میکنه؟ یعنی چی؟ هرچی خبر تو این چند سال ازمون چاپ شده نگه داشته، خبرای من و تو رو. تموم شد، تا همینجا بسه. باید بفهمم این زن کیه و چی میخواد. بسه بگیم. اگه این چند وقت گفته بودی هر چی لازم بود بفهمیم و فهمیده بودی. نه الان وقتش نیست. چرا وقتش نیست؟ تو از که قضیه یکسا رو میدونی؟ از چیز به بعد. از که؟ زن خبرهایی که در مورد ما چاپ شده رو زیر تختش پنهون کرده و تو اینو میدونستی و نگفتی. میشه بگی دلیل چیه؟ جاووز، کسی که باید جواب پس بده خزان نیست. الان حال خاله کریمه به خاطر کاری که من کردم خیلی بده. نباید لباسا رو میدادم بپوشی. قرارم نیست از اینجا فرار کنه. همینجا بهتر شد باش. نه خیر از این خبرو نیست. بیا سینان. شب بخیر. همسر کاظمه من یا یکی از نزدیکانش؟ بفرمایید، من زنشم. بفرمایید چی شده؟ کاظم خان خارج از شهر با ماشین یه تصادف خیلی شدید کرده. چی دارین میگین شما؟ کدوم بیمارستانه؟ بگیم بریم. تصادف کرده یعنی چی؟ چی دارین میگین شما؟ الان بابام کجا هستن؟ خیلی متاسفم. بهتون تسلیت میگم. تسلیت میکنی؟ منظورتون چی؟ یه لحظه چی میگی؟ سب کنیم ببینم. خیلی خوب باشه، فهمیدیم تصادف کرده. حالا بگو الان کجاست؟ عرض کردم، متاسفم. اصلا شما بابامو با یکی دیگه اشتباه گرفتین. اصلا قرار نبوده بره خارج شهر، دارین اشتباه میکنی. کوکان. بله. لطفاً یکی برای تشخیص هویت با ما بیاد. ما که داریم میگیم داری اشتباه میکنی. من بیرون منتظر میمونم. نه.
من به همه تون گفتم، من بهتون گفتم، گفتم گوشیشو خاموش نمی کنه. اصلا براتون مهم نبود که برید دنبالش، نرفتین دنبالش بگردید، نشستین با خیال راحت شامتون رو خوردید، حرف ما رو باور نکردید. گفتم گوشیشو خاموش نمی کنه. منو مسخره کردید. از اولش میدونستم. نه منو نگاه کن. ببین منو نگاه کن. هیچ اتفاقی نیفتاده، ما هیچی نمیدونیم. شنیدی که چی گفتن؟ هنوز معلوم نیست دقیقا کیه، فهمیدی؟ ایجه جونم باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. خب دخترم ایجه، ماما اگه خودش باشه چی؟ کجاست؟ خدایا میشه عجله کنی لطفا؟ شما رو در جریان وضعیتش قرار دادن؟ نه. این بابا نیست. خدای لطفا نباشه، لطفا نباشه، لطفا. غیر قابل شناسایی. چون جسد سوخته تشخیص هویتش خیلی سخته. میتونم وسایلی که همراهش بوده رو نشونتون بدم، البته اونا هم سالم نموندن. این کیف همراه پدرتون بود، مال خودشه؟ با وجود اینکه جسد آسیب دیده، توسط معاینات آناتومی تایید میشه که مشخصاتشون با پرونده پزشکیشون مطابقت داره. محترم سینان، این بابا نیست داداش. داداش پاشو نگاه کن ببین که بابا نیست. خب چرا گریه میکنی داداش؟ پاشو، میگم این بابای ما نیست. چرا نمیفهمی؟ چرا پرت و پلا میگی؟ این بابا نیست، بابا نیست. اون بابای ما نیست داداش، بابای ما نمرده، بابای ما نمرده. بفهمی، به خودتون بیای، میگم بابای من نمرده، بابای من نمرده داداش. بابا زنده است داداش، بابای من نمرده داداش.
این هدیه عروسی از طرف مامان، از همون مزاری که بهش خیانت کردی برات آوردم. من دیگه نیستم. باید برم. سینان، خواهشان حرف بزن، لطفاً یه چیزی بگو. ها؟ داداشت اینجاست سینان. من حرفی که باید میزدم و زدم داداش، ولی شما صدای منو نمیشنوی. اون مرد بابای من نیست. کجا میدونی آخه؟ از کجا میدونی اون مرد بابا بود؟ کسی که سوخته و هیچیش معلوم نیست، از کجا معلوم بابای ما باشه داداش؟ اون بابای ما نیست به خدا. سینا خودتو نزن به اون راه، خیلی مسخره است. خودت باورت میشه اون بابای ما باشه داداش؟ اصلا میشه مگه بابای ما بمیره؟ ها داداش، میشه بابامون بمیره؟ بابای ما نمیمیره داداش. بابا تازه عروسی کرده بود. خیلی مسخره است که اینجوری بذاره بره. بابای ما نمیمیره داداش. چرا نمیفهمی؟ بابا نمیمیره. بابای من نمیمیره داداش. سینا لطفا به خودت بیا. بسه. دردتو قبول کن. دردتو قبول کن. بسه. از داغت فرار نکن. تنها نیستی سینا. هیچ کدوم از ما اینجا تنها نیستی. تنها نیستی. داداشت اینجاست. داداشت اینجاست. خواهر برادرت اینجا. تنها نیستی. میفهمی؟ اینجاییم که به هم دیگه کمک کنیم. بیا سینان، بیا. تو با دردت هر کاری میخوای بکنی بکن. من هیچ دردی ندارم. اون یارو بابای من نیست. بابام نمرده. بابام نمرده. سینان راه رو در رو شدن با دردش رو پیدا کرد. گفت مگه میشه بابای من بمیره؟ گفت مگه میشه بابام اینجوری بمیره؟ تو میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم چیکار بهت بکنم.
من میدونم. باید گریه کنی. تو الان باید گریه کنی. اگه الان راحت گریه نکنی باید بعدن یواشکی تو دلت گریه کنی. خودم تجربهشو دارم. وقتی بچه بودم، وقتی بابا مرد، ایجه کوچیک بود، خیلی کوچیک بود. برای این که نترسه گریه نکردم. چه وقتی جلوی چشمم مرد، چه وقتی که دفنش کردم، ولی هیچ وقت از دلم نرفت بیرون. بغض همیشه اینجا موند، همیشه تو دلم گریه کردم. این کارو با خودت نکن. هر چیزی رو میشه ممنون کردم و اشک چشمو نمیشه. امشب مجبور نیستی محکم و قوی باشی. امشب مجبور نیستی برادر بزرگ باشی. تو امشب بچه‌ای. تو امشب تو سنی هستی که رفتی آمریکا. من تنها نیستم، من یه برادر دارم، یه برادر که میتونم بغلش کنم. من تنها نیستم. Oof.